در طی دو ماه اولی که من در واقع خاک کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه های بازجوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم و هدف اصلی از این موضوع یک در واقع بازی سیاسی جدیدی بود که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران میخواستن را بندازن. میگفتن اگر شما این کار رو انجام ندید ما شما رو به کشور فلسطین اشغالی تحویل میدیم و در داخل این کشور زندان‌های مخفی وجود داره که هیچ اثری از شما باقی نمیمونه و ما میتونیم با استفاده از این موقعیت هر ادعایی رو در واقع از طرف شما مطرح کنیم. سلام و عرض شب بخیر به بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی ایران. من گفتگوی در بین اخبار امشب رو به مسئله پناهنده شدن و بعد بازگشت مجدد آقای شهرام امیری، محقق فیزیک هسته‌ای که به مدت 13 ماه در واقع گم شده بود و در ماه‌های اخیر در آمریکا پیدا شد و همونطور که اطلاع دارید در همین هفته‌های گذشته به طور ناگهانی سر از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن که بخش از سفارت پاکستان هست در آورد و بعد از دو سه روز که مدارکی رو که احتیاج داشت در واقع در اختیارش گذاشتند، خاک آمریکا را به مقصد قطر و از اونجا به تهران ترک کرد. در فرودگاه مهرآباد تهران وسیله آقای قشقاوی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مورد استقبال قرار گرفت و در همونجا هم مصاحبه تلویزیونی داشت و به خبرنگاران خبرگزاری خارجی و داخلی گفت که در عربستان سعودی در دوران برگزاری حج عمره سال 2009 به وسیله به اظهار خودش به وسیله یک سری افرادی که به زبان فارسی صحبت می‌کردند و با یک اتومبیل وان در واقع سفید رنگ جلوی ایشون رو می‌گیرند و بهش میگن که ما داریم میریم به مدینه، اگر که مایل هستی با ما بیا بریم. و خودش میگه که من وقتی که وارد اون ماشین شدم اسلحه رو روی پیشونیم گذاشتن و بعد دیگه چیزی یادم نمیاد تا موقعی که در یک هواپیمایی از خواب بیدار شدم و من رو به یک پایگاه آمریکا بردن و از اون به بعد هم به مدت یک سال تحت بازجویی‌های شدید و سختی قرار گرفتم وسیله CIA، سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا. از همون لحظاتی که در واقع ایشون در عربستان سعودی گم شد، حدوداً جون سال گذشته، سال 2009، بسیاری از کسانی که تا حدودی با عملیات CIA و وضعیت در واقع کسانی که مدعی هستند از تأسیسات اتمی ایران اطلاعی دارند رو دنبال میکنند، این اتفاق با نوعی تعجب و به اصطلاح نگرانی در واقع برای سایر محققین اتمی ایران روبرو شد و همه منتظر بودن که ببینن بالاخره ایشون کجا است. دولت آمریکا در تمام 12 ماه گذشته تا آوریل امسال به هیچ وجه حاضر نبود که بپذیره اونطوری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه آقای امیری رو دزدیدند و برای در واقع بازجویی و کسب اطلاعات به آمریکا منتقل کردند. دولت آمریکا ادعا میکرد که از این شخص اطلاع نداره. عربستان سعودی هم به همچنین اعلام میکرد که مطلع نیستن از اینکه ایشون کجا هست. ولی جمهوری اسلامی از همون آغاز اعلام کرد، شروع کرد به این در واقع تبلیغات که CIA دنبال دستگیری این شخص بوده یا اسرائیل، سازمان امنیتی اسرائیل موساد، او رو از سفر حج عمره دزدیدند.
واقعیت مطلب البته حدس و گمان در موردش زیاده، ولی حال که بعد از مدت‌ها بالاخره در آوریل گذشته آقای امیری در آمریکا مشاهده شد و یک برنامه تلویزیونی کوتاه مدتی رو خودش ضبط کرده بود و روی یوتیوب گذاشته بود، در ویدیوی اول ادعا کرده بود که همونطوری که توی داستان‌ها آمده وسیله CIA دزدیده شده و برای بازجویی به آمریکا آمده و در این مدت هم که اینجا بوده سخت باش برخورد کردن و مورد بازجویی قرار گرفتن، شدیداً شکنجه شده و غیره. یک روز بعد فیلم دیگری رو روی یوتیوب از ایشون قرار گرفت و نشون میداد که سر و صورت آراسته ای داشت و در اونجا میگفتش که با خواست خودش به آمریکا آمده و برای ادامه تحصیل در توسان آریزونا ساکن هست و با از آزادی کامل هم برخورداره. بعدن ظرف هفته های بعد از این دو ویدیو دوباره قطعات کوچکتر و کوتاهتری از ایشون روی یوتیوب پیدا شد که مجدداً همون داستان اولیه خودش رو تکرار میکرد، تا اینکه در همون روزهایی که منتهی شد به حضور او در سفارت حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی، یک یوتیوب دیگه هم از ایشون منتشر شد و در اونجا گفته بود که از دست نیروهای امنیتی آمریکا فرار کرده و مایله که به ایران برگرده به خاطر اینکه به خانواده‌اش دلش تنگ شده و بچه‌ها و همسرش رو مدت هاست ندیده و دوست داره که هرچی زودتر به ایران برگرده. بعد از برگشت ایشون هم البته جمهوری اسلامی از یک طرف ادعا کرد که او از همون اول هم مأمور امنیتی ایران بوده و آمدن در اختیار CIA قرار گرفته که بتونه از داخل CIA اطلاعاتی رو به ایران منتقل کنه. این یک احتمالی است که تعدادی از کسانی که داستان رو پیگیری میکنن هم باش موافقن و فکر میکنن که احتمال داره که ایران یک اصطلاحاً بهش میگن که دبل ایجنت، جاسوسی رو به اینجا فرستاده که کارش در واقع این بوده که نفوذ کنه در سیستم امنیتی CIA و ببینه که اینها اطلاعاتشون رو از چه طریقی به دست میارن و چه کسانی رو تو ایران دارن که بهشون این اطلاعات رو میدن. از طرف دیگه اون حکایت در واقع دزدیدن وی در عربستان سعودی هم از طرف ایرانی ها تا مدتی تکرار میشد و یه دم فکر میکردن که احتمال داره که اصلا ایشون به طور شخصی تمایل داشته که به غرب پناهنده بشه و از ایران آمده بیرون. اخیراً آقای امیر فرشاد ابراهیمی که در دوران ریاست جمهوری خاتمی عضو در واقع بسیج سپاه بود و اگر اطلاع داشته باشید به دفتر وکالت خانم شیرین عبادی مراجعه کرد و در اونجا مدعی شده بود که اطلاعاتی دقیقی داره از وضعیت بسیج و نیروهای امنیتی لباس جسی و مایل هست که اینها رو در یک نواری در اختیار خانم عبادی قرار بده. به هر حال آقای فرشاد ابراهیمی از ایران مدت کوتاهی بعدش از ایران خارج شد و الان در آلمان زندگی میکنه. امیر فرشاد ابراهیمی یک وبلاگ فارسی داره و در اونجا ادعا کرده اخیراً، یعنی هفته گذشته، که او کسی است که در واقع برای اولین بار شهرام امیری باش تماس گرفته از طریق ایمیل در 6 ژوئن سال گذشته سال 2009 و گفته که از ایران اومده و الان هم در واقع از اون کاروانی که برای حج عمره باشون اومده جدا شده و در مدینه در عربستان سعودی پنهان هست و مایل بوده که خودش رو به غرب برسونه. امیر فرشاد ابراهیمی در 26 ژوئن، یعنی 20 روز بعد، دوباره این باهاش تماس میگیره و با تلفن بهش میگه که یا به سفارت آمریکا در ریاض و یا به دفتر کنسولگری آمریکا در مدینه مراجعه کنه، که ظاهرا آقای امیری هم به کنسولگری در مدینه مراجعه میکنه و از همونجا هم دیگه اطلاعی در واقع آقای فرشاد ابراهیمی ازش نداره تا الان که از ایران خارج شده. بنابراین به استناد این خبر که به صور دیگری هم تایید شده و میشه بهش اطمینان کرد، به نظر میرسه که آقای شهرام امیری شخصا مایل بوده که از ایران خارج بشه و خودش رو به غرب برسونه، ولی بعد تحت فشارهایی که داشته و احتمالاً
خانوادهش که در ایران بودند و فشاری که جمهوری اسلامی بهش وارد می‌کرده مجبور شده که اون تصمیم اولیه‌اش رو در واقع باطل کنه و به همین شکلی که بقیه دیگه اطلاع دارید به ایران برگرده.